برید برید آب داریس فایمه داریس فایمه چیکار داری میکنی چی ترسیدم واسه چی نرختی یه واتکسه بابا اینو نخه گفت تو کسی بهش دست نزنی چرا دست زدی چی من حالا بخوام به چیز دست بزنم بعد از شما اجازه بگیرم آب دیگه آب سمسم 50 تا مهمون تو خونه منتظر هستی آب بخورن تو شینه آبور خدا آخه نگاه کن زیرش اسم نخه رو نوشته اسم کاروان رو نوشته نباید نگاه کنی شاید بنزین مرده بریزی تو پلو تو خاک بر سرم اون یکیش کو اینجا آب ریختم این تو دیگه اوی نزنو نقی منو میکشه منو میکشه آب چی منو میکشه چی بکنیم الان الان داری چیکار میکنی؟ دارم آب این که مونده این میریزم ته این دیگه قیف 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 دارین؟ قیفو بده دختر خاله قیفو بده الان چیکار میخوای بکنی؟ میخوای توش آب بریزی؟ نکن این کار تقلب گناه داره به خدا خب اصلا آب ناخالص نمیشه با آب زمزم قاطی کرد داد دست مردم ناخالصی چیه دختر خاله؟ این آب یک قطرش میتونه دریایی از آب متبرک کنه بده من قیف قیف یه دقیقه گوش کن یه دقیقه گوش بده مگه ما نمیخوایم این پلو رو بده مردم بخورن میگیم با آب زمزم پخته شده دمو ما خانم اینا قبول نمیکنن بگی برنج با آب زمزم پخته شده اصلا حال آب زمزم به ته استکانی بودن شه اصلا شاید یکی رژیم بود برنج نخورد میفو بده من بده شما کاری به این حرفا نداشته باشین صداشو در نیارین با من دختر خاله سر قیفو بگیر من نمیگیرم آقا ما خانم سر قیفو بگیر اصلا حرفش هم نزن من دست نمیزنم همکاری نمیکنید همین آب زمزم رو یه ذره آب هم قدر دادی آقا اینم از آب زمزم آقا اجازه بدین اجازه بدین آقا صلوات بفرستین اول حاجی بذاری توضیح کنن راحت باشین اول حاجی آقا بفرمین صدا میکنم بفرمین به همه میرسه حاجی جان اینقدر سنگ این نماینده رو به سینه نزن اینا نخورده که نیستم که شما بفرما که گوسفند از کجا آوردی بیا با خوبی کن آقا دستون درد نکنه آقا نقی آقا نقی کم یه قطرش هم کافیه یه طوری بدید که به همه برسه زیاد حاجی حاجی برامون سفارشی آورده آقا سفارشی میفارشی ما واسه کسی نیاوردیم کلا دو تا دبه انقدی آوردیم حاجی جان ما رو حرف حساب باز کردیم به 10 نفر قول دادیم شرمنده ما تانکر نبرده بودیم اونجا در قانون عربستان اومده که تجارت با این آب ممنوس یه چی که واسه تبرک بندازی تای حلقتون دیگه اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء و سقم صلواتی بفرستید اللهم صل علی